بینندگان ارجمند، هموطنان نهایت گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم که با نگاه امروز دوشنبه 4 دلو 1400 هجری خورشیدی برابر با 24 ماه ژانویه سال 2022 میلادی در خدمت شما قرار داریم. طبق معمول طور که شما همیشه مشاهده میکنین، برنامه نگاه شامل تبصره ها، مطالب و گزارش هایی است که از روزنامه ها و جراید خارجی و داخلی استفاده می شود و در نگاه امشب مطالب از اندپندنت، نیویورک تایمز، سی ان ان، دیلی میل و هشت صبح را در کنار هم قرار داده با عنوان تبصره امشب تقدیم حضورتان میکنیم. البته در پایان ای بخش یا بخش یا تبصره امشب صحبت هایی است که به عنوان تبصره اصلی نگاه پیشکش حضورتان می شود. در حالی که افغانستان در آستانه بدترین فاجعه انسانی در جهان قرار دارد، این سیاست ها بحران های اقتصادی و اجتماعی را تشدید کرده است. بسیاری ها وظیفه‌شان را از دست دادند و با سقوط دولت و حاکمیت قانون بازار اقتصادی هم سقوط کرده است. سیاست های گذشتگرا که بسیاری از هنجارهای اجتماعی فرهنگی را منع کردند، باعث دلسردی سرمایه گذاری ها شده و نیز وضع محدودیت بر فعالیت زنان، کسب و کارها و رهبری زنان را از بین برده است. بدتر از این، اقدامات طالبان در راستای حل بحران انسانی کشور نیست. در عوض این سیاست ها در راستای مهندسی اجتماعی افغانستان، در کسوت شریعت و به اصطلاح فرهنگ افغانی و با پیروی از پارادیم نسبیگرایی فرهنگی و تحمیل شده در بسیاری دولت های استبدادی می باشد. سلسله از اعتراضات مدنی پیوسته پراگنده و خودجوش اما الهام بخش بر سر حقوق بشر در افغانستان سر برآوردند. این اعتراضات عمدتاً از سوی زنان سازماندهی و رهبری می شد. به تدریج و آگاهانه حکومت و سیاست رژیم طالبان را به مشکل مواجه کرد. اعتراضات نشان دهنده یک اختلاف فکری دو طیف سیاسی بر سر تعریف چارچوب‌های حقوق اساسی مانند حق تعلیم و تربیت، حق کار، برابری، آزادی و حقوق زنان، ساختار قدرت و نظم بسیاری از چیزهاست. در قدم نخست این جنبش تا هنوز پراگنده است، چون گرد همایی‌های کلان و جمعی زیر سلطه حکومت سرکوبگر طالبان ناممکن است. بسیاری را با بخطر انداختن جایشان مواجه کرده است. بنابراین آنها به خیابان‌ها آمدند. برای مثال در 5 ماه نوامبر جسد 4 فعال زن از جمله فروزان صافی، استاد پوهنتون و فعال اجتماعی که از 3 ماه اکتبر بدین سو مفقود شده بودند، در بلخ در شمال افغانستان پیدا شدند. بنابر صحبت‌های معترضان، آنها بخشی از گروه کلانتر متشکل از 40 معترضی بودند که در اوایل سپتامبر در بلخ بعد از اعتراضات دستگیر، شکنجه و سوی رژیم طالبان زندانی شده بودند. آنها اولین قربانیان خشونت طالبان بعد از تسلط بود. برای کاهش این تهدید چندین اعتراض در مقیاس کم در نواحی مختلف کابل و سایر شهرها برا انداخته شد. با سرکوب اعتراضات یا منع گردهمایی از سوی طالبان، معترضان در مکانهای سرپوشیده و خانه ها گردهم آمدند. بر علاوه ماهیت خودجوش بودن اعتراضات حاکی از این است که برآمده از دل جامعه است. این اعتراضات از سوی مردم عادی رهبری می شود که زندگیشان از سیاست های استبدادی طالبان عمیقا متاثر شده است. این معترضان متعلمین، کارمندان خدمات ملکی، کتابخانه‌دارها،
فعالین رسانه ها، شاعران و زنان خانه‌دار هستند. بسیاری از فعالان حتی مسافت های طولانی تا مرکز کابل را پیاده می روند که به تظاهرات بپیوندند، چون حتی مصرف و کرایه موتر را ندارند. این معترضان که از میان توده های مردم می آیند، این فصل مقاومت و تاریخ افغانستان را از طریق اعتراضات مدنی رقم می زند و این امر یک بخش مهم تحول اجتماعی افغانستان را به نمایش می گذارد. هیچ محرک خارجی تا حال در پشت این جنبش ها حضور و وجود ندارد. برعکس، مردم برای حقوق بشر مبارزه می کنند، در حالی که کشور از سوی جامعه بین‌المللی به حال خود رها شده و در مقابل خشونت طالبان چشمشان را بستند. در حالی که اعتراضات حول گفتمان جهانی حقوق بشر شکل می‌گیرد، به میزان زیاد بومی مانده است. تا حالی که در 20 سال گذشته به رسمیت شناختن حقوق بشر در افغانستان مسئول مبارزات زنان در خانه و در جامعه بود، آنها به تنهایی در برابر هر نوع نابرابری جنگیدند. در 20 سال گذشته جامعه جهانی گروهی از تاجران حقوق بشر را تولید کردند که حقوق زنان را به تجارت تبدیل کردند. اما نخبگان نهادهای غیر دولتی حقوق بشر که از سوی کشورهای کمک کننده برای تبلیغ و ترویج حقوق بشر منابع مالی دریافت کردند، حالا کشور را ترک گفتند و در کشورهای مختلف مانند یونان، امارات متحده عرب، آلمان و ایالات متحده آمریکا به اصطلاح جا خوش کردند. بنابراین اعتراضات فعلی با سلبریتی های حقوق زنان که جوایز بین‌المللی دریافت می‌کردند و ایدهشان حالا در رکاب هیئت به اسلو رفتند، هیچ پیوندی با صدای خودجوش زنان قهرمان افغانستان ندارند. زمانی که بعضی از نخبگان نهادهای غیر دولتی برای تعامل با طالبان لابی میکنند، این معترضان در کابل مشروعیت و صلاحیت نهادهای غیر دولتی که به نمایندگی زنان با طالبان وارد تعامل میشوند را با پرسش مواجه کردند. در آخر، اعتراضات برای حقوق و آزادی را تا به حال در همه جای کشور نمیبینیم. یعنی این اعتراضات شکل سراسری را به خود نگرفته است. این اعتراضات عمدتاً در ولایات از جمله کابل، بلخ، هرات، تخار، قندوز، پنشیر، پروان و دایکندی رخ داده است. اعتراضات به تاریخ 18 و 19 آگست در ولایات های عمدتاً پشتو زبان از جمله ننگرهار، کنر و خوست ماهیتشان کاملاً متفاوت بود. اعتراضات در مناطق که گفته شد مطالباتشان را آزادی و حقوق بشر تشکیل میداد. اعتراضات در مناطق پشتو زبان مردمی بودند که یا زنانی بودند که در برابر جابجا شدن پرچم کثیف و منحوس طالبان با بیرق ملی افغانستان که در سال 2004 میلادی تصویب شده اعتراض کردند. تکنیک های اعتراضات برای نشان دادن جسارت سیاسیشان در اعتراض در برابر وحشیگری طالبان، معترضان روش‌های خلاقانه را برای انتقال پیامشان و بسیج مردم را دست گرفتند. یک از این روش‌ها این بود که معترضان مناسبت‌های اجتماعی و فرهنگی را به تریبیونی برای سازماندهی و ابراز مطالباتشان تبدیل کردند. به طور مثال در 22 دسامبر شب یلدا بسیاری از زنان گرد هم آمدند تا شب یلدا را تجلیل کنند که نه تنها به کار گرفتن یک اتفاق فرهنگی برای اهداف سیاسی بود، بلکه یک تلاش هدفمند برای حفظ فرهنگ و مقاومت فرهنگی زنان مبارز افغان بود. در یک مناسبت دیگر در 28 ماه دسامبر یک زن معترض از زبان اشاره استفاده کرد تا جهان را ترغیب کند که به حکومت طالبان مشروعیت ندهد. او گفت طالبان غیر نظامیان را به قتل می رسانند.
ترکستان را به رسمیت نشناسید. استفاده از زبان اشاره از جهات مختلف یک روش قدرتمند بود. از یک طرف اشاره به این داشت که طالبان بر آزادی بیان و عقیده محدودیت وضع کرده است و مردم مجبور شده تا با زبان اشاره افکارشان را بیان کنند. از طرف دیگر به این امر اشاره میکرد که جامعه جهانی نسبت به مردم تحت ستم افغانستان بی تفاوتی اختیار کرده و با آنها گوش نمیدهند. همچنان معترضان برای جبران کردن بی علاقگی رسانه های جریان اصلی در نشر صدایشان، آنها از تریبون های رسانه های اجتماعی از جمله تویتر و کلاب هاوس ها به گونه کاملا ماهرانه با منظور برگزاری گفتگوهایشان استفاده می کنند. مطالبات حقوق و آزادی طی چند ماه گذشته کاملا مسلم شده است که خواسته ها و مطالبات اصلی اعتراضات نام کار و آزادی است. این سه اصطلاح در حالی که مجزا به نظر می رسند عمیقا به هم وابسته و در هم تنیده اند. آزادی پیش شرط بسیاری از حقوق از جمله حق کار و حق تعلیم و تربیه و پیش شرط رسیدگی به فقر و توسعه نیافتگی است. طوری که عمارت یاسین برنده جایزه نوبل استدلال میکند، در هم تنیدگی های فراوان میان آزادی های سیاسی و فهم و تحقق نیازهای اقتصادی است. با این حال حق نان بدون حق کار ناممکن است. به همین ترتیب حق کار بدون آزادی برآورده نمی شود. به عبارت دیگر این اصطلاحات مکمل و ضامن آزادی مثبت است. برای نخستین بار آیزیا بارلن فیلسوف لیبرال 63 سال پیش میان اصطلاح آزادی مثبت و آزادی منفی تفکیک قائل شد. بر اساس نظریه بارلن آزادی منفی یک ضعف است. اگر دیگران مرا از انجام کار باز دارد که در صورت عدم بازدارندگی از سوی آنها می توانستم انجام دهم، من به همان اندازه آزاد نیستم. اگر این ساحت فراتر از یک حداقل معین از سوی انسانهای دیگر تنگ و کوچک شود، وضعیت من را می توان اینطور توضیح داد که من سرکوب شدم یا ممکن به بردگی کشانده شدم. از این رو این اعتراضات و شعارها نشانه های مقاومت مردم افغانستان و به خصوص زنان مبارز افغان در برابر تمامیت خواهی طالبان است که می خواهند برای اهداف هر فرد تصمیم بگیرند. در نهایت اهداف معترضان نه تنها آزادی را از اجبار، محدودیت ها و دخالت های تحمیل شده از سوی طالبان، بلکه همچنان آزادی مثبت توانایی عمل با اراده است. خود و مالک سرنوشت خود بودن تنها آموزش و کار است که زنان را قادر می سازد تا صاحب سرنوشت خودشان باشند. فهم ماهیت این اعتراضات برای هر نقشه راه سیاسی درباره آینده افغانستان مهم است. این اعتراضات این پنداشت که تمام کشور یک جامعه قبیله‌ای گذشته‌گرا و حامی طالبان است را جدن رد می کند. بل علاوه زنانی که به گونه اساسی مشروعیت سیاسی و اخلاقی رژیم طالبان را با مشکل مواجه ساختند، بخشی از یک مقاومت وسیع‌تر در برابر رژیم طالبان است. درک و تصدیق مبانی جمعیتی و جامعه شناختی جنبش کنونی زنان افغان بسیار مهم است. این اعتراضات بخش اجتماعی فرهنگی خاصی از افغانستان را نمایندگی می کند که قدرت طالبان را به مشکل مواجه می کند و می خواهد تسلط خود را با پیوند زدن به رهایی و آزادگی گسترش دهد. اینکه کابل و از کابل تا کجاها در افغانستان، بلخ و از هرات تا تخار مناطق اصلی و پایگاه اجتماعی اعتراض می باشد که افغانستان حداقل به لحاظ فرهنگی و اخلاقی متاسفانه یا خوشبختانه به دو حوزه متفاوت تقسیم شده است. یکی که ضد طالب است و خواست آن یک جامعه سیاسی لیبرال، کثرت‌گرا و دموکراتیک است، و دیگری که می خواهد با طالبان با امید این که بتواند آن را
اصلاح کند، وارد تعامل شود. در آخر سرکوب وحشیانه معترضان نشان می‌دهد که امکان بسیار کمی وجود دارد که بتوان حتی روی حداقل‌ترین حقوق انسانی مردم با طالبان به توافق رسید. از این رو امکان همزیستی مسالمت آمیز با آنها وجود ندارد. دوستان ارجمن، هموطنان نهایت گرامی، تا دقایق دیگر که با هم میرویم و یک ویدیو کلیپ را از نزدیک مشاهده میکنیم، باز هم در حضور شما خواهم بود. فهمیدونم راستیم با خانم خموش، شاعر و نویسنده از اسلوی ناروی. خانم خموش، شما امروز در این نشست اشتراک داشتین، امروز هم قرار بود نمایندگان جامعه مدنی و زنان با طالبان گفتگو کنند. آیا این گفتگوها امیدوار کننده بود و چگونه بود؟ سلام و درود، وقت شما بخیر. بله، من یکی از جمله زنانی بودم که در این نشست حضور داشتم و پیامدهای تا فعلا که اولین جلسه بود ما تانستیم پیامدهای خوبی کسب بکنیم، مخصوصا در رأس حقوق زنها که بتانه در برگرنده تمام شرایط زنها، چی از نگاه تحصیلی، چی از نگاه کار، چی از نگاه حقوق و حتی خشونت هایی که بالای اینا صورت میگیره، بتانه یک راه برای حل مسائل حقوقی و حل مسائل خشونتی ارائه شود. بله، چی چیزا در این نشست بحث شد و زنان حاضر در این نشست همشان موضع یک دست و همنوا داشتن؟ دقیقاً از جمله زنایی که ما در اینجا حضور داشتیم و زنان دیگری که حضور داشتن، همه ما برای حق امروزی زنا صداهای خود داشتیم. هر کسی در هر بخشی از حق زنها صحبت کردیم تا بتانیم نهایتاً برای زنانی که امروز از حق حقوقشان باز ماندن و با خودآگاهی و مبارزات مسالمت آمیزی که اینا خودشان در مقابل طالبان شدن، اما سرکوب شدن، تهدید شدن و امروزه خیلی هایشان در اسارت طالبان به سر میبرن، بتانیم بحث و گفتگو داشته باشیم. بله، چی یافتین فضای نشسته؟ چگونه بود در این برنامه ریزی صحبت کردنش و آجنده های نشست بویژه در رابطه با زنها چطور بود؟ خود طالبان هم در موردشان بگین و در مورد تغییر نظر طالبان در خصوص زنها چقدر امیدوار هستین؟ خب تا جایی که ما تعهداتی گرفتیم و روی بحث مسائل حقوقی زنها، روی باز شدن در مکاتب و اداره ها برای زنها، تا فعلا خب پیامد خوبی داشت. اما اینکه در نفس این نشست چی جریان داره و پشت پرده هر چی جریان داره و چی میخواه برای دستاورد زنان افغانستان و مردم افغانستان مخصوصا آزادی بیان داشته باشه، از این جزئیاتش بیشتر نمیدانم تا اینکه بتا آخر جلسه و جمع‌آوری جلسه رو با خود داشته باشم و بفهمم که این نشست آیا برای مردم افغانستان کدام پیامد خوبی داره یا نه. بله، در طرف دیگه میمونه بس به نتیجه رسیدن، یعنی از امروز که در این نشست بودین، شما همچنان روحی جامعه جهانی رو چگونه دیدین؟ چقدر جامعه جهانی و کشورهای اشتراک کننده همسو و همصدا با خواستهای زنان افغانستان همچنان هستن؟ کسانی که از هر بخش و از هر سکتوری در اینجا حضور داشتن، نهایتا اگر در یک بخش خصوصی خود صحبت کردن، اما مسئله زنها را یادآوری کردن، اینکه زنها حق اساسی و اصولی خود در هر بخشی از جامعه کنونی دارن و امروز زنی که از جامعه سنتی بلند شده و با 20 سال زحمت و 20 سال تلاش به موفقیت رسیده، اینا نمیتونن زنان خاموش باشن و زنانی که شما بتانید اونا را در خانه نگه دارین و در یک چارچوب نگه دارین، پس خوب است که در این موارد توجه جدی صورت بگیرن، نه تنها در گفتگوها بلکه در تمام نشست‌ها و جلسه هایی که برگزار میشه و حضور زنهایی که امروزه در مقابل حقشان استادگی کردن حضور داشته باشن و بحث ها و از هر سطور از هر نهایی
نهاد و از هر جنبه حق زنها ارائه شد. بله. و همچنان بر ما در رابطه با آجندای فردا بگوین که کدام موارد است و بحث زنان افغانستان جایگاهش در بخش‌های بعدی این نشست در کجاست؟ جزئیات کاملی نمیتونم، یعنی آگاهی کاملی ندارم، چون شما آگاهی دارین که یک جلسه به گونه غیر رسانه‌ای و پنهان صورت گرفت، اما اینکه فردا چی نشستی داریم و روی چی موضوعات صحبت میکنیم این بعدا در میان گذاشته میشه. اما شما آگاه نیستید که سبا چی آجندای نشست است خانم خاموش؟ فردا جلسه ترتیب شده است که ما بتانیم با سران حکومت‌های کشورهایی که دخیل هستند در اوضاع کنونی افغانستان صحبت داشته باشیم. سپاسگزارم از مدام خاموش شاعر و نویسنده و شرکت کنندگان در نشست اسلو که با ما بودین. وقت بخیر. شما خواهم بود. همزمان با اظهارات جنجالی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، مبنی بر این که هیچ کس نمیتواند افغانستان را در چارچوب یک دولت مجزا و یک دولت مستقل متحد کند، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه سابق آمریکا در امور افغانستان و معمار توافقنامه قطر بر دوحه سفر کرده است. برخی منابع با اظهار این که سخنان اخیر بایدن بوی تجزیه می‌دهد، می‌گویند که خلیلزاد این بار برای صحنه‌گردانی و تلاش در جهت تجزیه افغانستان عازم قطر شده است. مبصران سیاسی را عقیده به این است که ظاهراً آمریکایی‌ها با اظهارات بایدن در پی تقویت مسئله تجزیه و آباده‌سازی اذهان عمومی منطقه، جهان و مردم افغانستان هستند تا این ادعا را به باور عمومی تبدیل کنند. به گفته کارشناسان، با توجه به جایگاه ژئوپلیتیک افغانستان با عنوان نقطه اتصال جنوب آسیا و آسیای مرکزی، اگر این کشور تجزیه شود و به اختلافات در آن دامن زده شود، آمریکا بهتر می تواند علیه چین، روسیه و سایر کشورهای منطقه مانور دهد. منابع می گویند که خلیلزاد همچنان مشاور وزارت خارجه آمریکاست و سفر او به دوحه نیز بر اساس برنامه واشنگتن در جهت افغانستان و تلاش برای آغاز روند تجزیه این کشور صورت گرفته است. با این حال برخی منابع نیز بر این باورند که این دیپلمات افغان اصل آمریکایی تبار برای تکمیل ماموریت نافرجام خود، یعنی توافقنامه قطر به دوحه رفته و برای ایجاد یک دولت فراگیر با مشارکت همه اقوام افغانستان تلاش می کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که او برای آنچه در افغانستان انجام داده عذرخواهی نمی کند. با گفته او، افغانستان مستعد اتحاد نیست. همین دلیل محکم است که گورستان امپراتوری ها شده است. او بار دیگر از تصمیم خروج از افغانستان دفاع کرد و گفت اردوی آمریکا این موضوع را اعتراف کرد که اگر بخواهیم سربازان را خارج نکنیم، باید 15 تا 20 هزار سرباز را به افغانستان بفرستیم که شمار زیادتری از آمریکایی ها کشته می شوند. بایدن می گوید ما هر هفته در مدت 20 سال 1 میلیارد دلار را افغانستان مصرف می کردیم. اگر شما فکر میکنید کسی میتواند افغانستان را در یک دولت واحد متحد کند، دست خود را بلند کند. و افزود که این کشور گورستان امپراتوری ها شده است. به همین دلیل کاملا واضح شده است که مردم افغانستان مستعد اتحاد نیستند. سوال این بود که من مصرف این پول را در دولت افغانستان هرچه ادامه بدهم، به گفته بایدن، با دانستن این ایده که با وجود نبود موافقیت تابوتهای بیشتری به خانه برگردد بسیار بسیار غیر معمول است. دفاعیات مذبوحانه جو بایدن از شکست شرم‌آور و خروج فاجعه بار آمریکا از افغانستان، اما واقعیت‌های تلخ ناشی از این رویداد را تغییر نمی‌دهد و پیامدهای ویرانگر آن که ممکن است تا ده ها سال دیگر
برای افغانستان جامعه جهانی و اقتدار بین‌المللی ایالات متحده تأثیرات منفی بگذارد را کاهش نخواهد داد. واقعیت این است که امریکا سالها پیش از بعد رسیدن جو بایدن در افغانستان شکست خورده بود. اگرچه گفته می شود که بایدن حتی در زمانی که معاون باراک اوباما بود با افزایش نیروهای امریکایی در افغانستان مخالفت می کرد و معتقد بود که ملت سازی در افغانستان ایده محکوم به شکست است و مردم افغانستان هرگز در چارچوب یک ملت واحد متحد نمی شوند. همان چیزی که در نشست خبری تازه در اولین سالگرد ریاست جمهوریش بار دیگر بر آن تاکید کرده است. اما جو بایدن پیر و فرتوت هزینه اشتباهات اسلاف خیش را می پردازد. او که تحت فشار شدید افکار عمومی نمایندگان هر دو حزب ایالات متحده در کانگرس امریکا، رسانه‌های پرقدرت و جامعه بین‌المللی و حتی متحدان سنتی ایالات متحده قرار دارد، معتقد است که هیچ راه دیگری برای فرار از افغانستان وجود نداشت. این نشان می‌دهد که بایدن به این باور رسیده بود که امریکا در افغانستان شکست خورده و این شکست هرچی زودتر از سوی ایالات متحده امریکا پذیرفته شود. به نفع سربازان امریکایی است، زیرا از مرگ و میر بیشتر و صرف مصارف سنگین‌تر در جنگی که نتیجه آن تغییر نمی‌کند جلوگیری خواهد کرد. بنابراین شاید سخن گفتن درباره اینکه بایدن کار اشتباهی انجام داد یا نداد چندان اهمیت نداشته باشد، زیرا ماموریتی که با شکست مواجه شده و در نهایت باید پیامدهای افتضاح‌آمیز آن را آقای بایدن میپذیرفت و دیر یا زود به همان صورت به اتمام میرسید که بایدن تمام کرد. اما چیزی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که تلاش مذبوحانه جو بایدن برای دفاع از افتضای خروج و توجیه پیامدهای فاجعه‌بار آن برای افغانستان و حتی جهان و امریکا نباید معقول و موجه به نظر برسد. با بیان روشن‌تر، جو بایدن و همه رهبران پیشین امریکا که در جنگ افغانستان دخیل بوده و آن را رهبری میکردند باید نسبت به هر گونه پیامدهای ویرانگر آن جوابگو باشند. آنها حق ندارند که واقعیتها را تحریف کنند، مقصران تازهی برای شکست خود معرفی کنند، بار اصلی شکست امریکا در افغانستان را به عهده مردم بیگانه ستیز بگذارند که به باور جو بایدن هرگز در چارچوب یک دولت متحد نمی شوند و در نهایت حتی از یک عذرخواهی ساده هم گستاخانه تر پرهیز کنند و اعلام بدارند که بحران افغانستان راه حلی ندارد و این تقصیر ایالات متحده امریکا نیست. نکته دیگر این است که حالا میلیون ها نفر از مردم افغانستان هزینه های مرگبار فاجعه را می پردازند که در پی اشتباهات 20 ساله رهبران امریکا پدید آمده است. آنها به طور دست جمعی مجازات می شوند و با فاجعه روبرو خواهند شد که هر روز از مردم بیپناه افغانستان قربانی می گیرد. میلیون ها نفر از کسانی که حالا نان برای خوردن ندارند، هیچ آینده سیاسی قابل تضمین وجود ندارد و جهان نیز یک بار دیگر آنان را در یک جهنم بیکران تنها رها کرده است. این بخش از صحبت‌های ما بود که دیشب در یک کنفرانس زوم با ایده از هموطنان و همکاران من حیث یک پیشنهاد یا نظریه ارائه کردم. بنابراین افراد مانند جو بایدن نمی‌توانند با تکرار مداوم این ترجیح بند دروغینی که مردم افغانستان هیچگاه یک ملت نمی شوند و هرگز زمینه برای اتحاد آنها وجود ندارد از زیر بار سنگین مسئولیت اشتباهات فاجعه بارشان در قبال مردم افغانستان شانه خالی کنند و به واقعیت‌های تلخ تاریخ 20 سال اخیر افغانستان دست برد بزنند. اینکه برای جلوگیری از کشته شدن سربازان بیشتر امریکایی در افغانستان بایدن تصمیم گرفته تا ماموریت امریکا را به طور غیر مسئولانه به پایان برساند و مردم افغانستان را در میان فقر و فاجعه و گرسنگی و فروپاشی کامل
همه دستاورت هایی که به قیمت خون هزاران نفر از مردم و نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در طول 20 سال گذشته به دست آمده بود رها کند هرگز قابل توجیه نیست و نمیتواند از افرادی که در مد و محور این تصمیم بحث برانگیز قرار داشتن رفع مسئولیت نماید. بازن نکته دیگر این است که جو بایدن با خروج غیر مسئولانه از افغانستان اقتدار جهانی ایالات متحده را امن و مسئول نگه داشته است. این امپراتوری امریکا در مسیر افول و فروپاشی نیست. آیا حالا متحدان و شرکای سنتی و استراتژیک ایالات متحده بیش از هر زمان دیگری نسبت به تعهدات صادقانه و واشنگتن در قبال پیمانهایی که با آنها دارد ابراز تردید نمی کنند؟ چندین رهبر کشورهای اروپایی و حتی اسرائیل این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که دیگر بر امریکا نمیتوان اعتماد کرد. آیا این اقدام زمینه ساز ظهور بلاک های سیاسی و امنیتی تازه در جهان و به ویژه شرق میانه به مثابه قلب تپنده اقتصاد و سیاست و امنیت دنیای معاصر نخواهد شد؟ آیا مردم امریکا پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان احساس امنیت بیشتری میکنند؟ آیا خطر آنچه در ادبیات سیاسی، امنیتی و رسانه‌ای ایالات متحده به تروریسم مشهور شده حالا کاهش یافته و جان امریکایی ها در خاک ایالات متحده را تهدید نمیکند؟ همه اینها، همه این پرسش ها، ابهامات و مسائل است که رئیس جمهور ایالات متحده باید پاسخ بدهد و بدون شک گورستان امپراتوری ها خواندن افغانستان و اینکه مردم افغانستان هرگز در چارچوب یک ملت واحد در یک دولت متحد نمی شوند نمی تواند مسئولیت مستقیم خود در قبال پیامدهای خروج از افغانستان را نادیده بگیرد. دوستان ارجمن، با هم می رویم و با یک تلپی ویدیویی توجه میکنیم، پس از لحظات برمیگردیم، با ما باشید. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر از تصمیمش درباره خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع میکند. ما تریلیون ها دلار، یعنی در هر هفته 1 میلیارد دلار در افغانستان برای 20 سال هزینه کردیم. اگر شما فکر میکنید که میتوانید افغانستان را زیر یک دولت متحد بسازید، دستتان را بلند کنید. این کشور بیلت های مستحکم گورستان امپراتوری ها بوده است. در این کشور اتحاد وجود ندارد. بنابراین پرسش اینجاست که آیا من به هزینه این مقدار پول در هفته در افغانستان ادامه میدادم؟ اما امارت اسلامی در واکنش به این گفته های رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که افغانستان نیاز به مداخله های کشورهای دیگر در مسائل داخلیش ندارد. افغان ها یک روحیه بسیار خوب دارد در مسائل حکومتداری و ساختار نظام خود، و بخاطر همین که یک نظام سالم مستقل و با پای ایستاده و بدون اتکا بر دیگران در طول تاریخ خود مبارزات بسیار طاقت فرسای را انجام داده. برخی از آگاهان مسائل سیاسی هم در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. جو بایدن گزارش های استخباراتی را خوانده و بله، در روز معلوم میشه که سیاستمدارای افغانستان همیشه معطوف به منافع شخصی خود بودند. بدون شک تا زمانی که ما ملت سازی نکنیم و به یک هویت واحد ملی دست پیدا نکنیم، به وحدت ملی نیز دست نخواهیم یافت. ایالات متحده به روز 31 آگست آخرین سربازش را از خلاصه و در یک کلام، طالبان خود را برای حاکمیت سیاسی آماده می کنند، حاکمیت که لازمه آن دوستی با دشمن دیروز و عادی سازی روابط با همه کشورهای جهان است. آنچه رأس اساسی سیاست خارجی پاکستان و طالبان را تشکیل می دهد و آنها با استفاده از هر فرصت آن را فریاد می زنند. دولت از طالبان، اما مشروعیت از امریکا. تقلای رهبران طالبان برای کسب مشروعیت امریکایی همچنان ادامه دارد.
آنها انتظار دارند که به زودی خبرهای خوش از سوی واشنگتن در این زمینه مخابره شود. این در حال است که طالبان ادعا می کنند که 20 سال با امریکایی ها جهاد کرده و موفق شدند. با شکست نیروهای اشغالگر امریکایی کشور را از سلطه خارجی ها نجات دادند و به استقلال دست یافتند. اما حالا آن دوران به پایان رسیده است و طالبان خود را برای حاکمیت سیاسی آماده می کنند. حاکمیتی که لازمه آن دوستی با دشمن دیروز و عادی سازی روابط با همه کشورهای جهان است. و اما در مقابل ایالات متحده آمریکا قرار دارد، کشوری که دارایی های ملی افغانستان را مسدود کرده، میلیون ها نفر را در معرض فقر مطلق قرار داده و فشارهای اجتماعی در داخل کشور بر دولت نوبنیاد طالبان را به شدت افزایش داده تا به این ترتیب اهداف سلطه جویانه خود را بر رژیم جدید طالبان تحمیل کند. برای امریکایی ها اما اهمیتی ندارد که مردم افغانستان زیر سلطه طالبان چی میکشند. چند میلیون نفر از فقر فراگیر رنج میبرند و چند صد هزار نفر ممکن است در زمستان سخت جاری جان خود را از گرسنگی و سرما از دست بدهند. آنچه برای واشنگتن ترجیح و اولویت دارد تحقق اهداف استراتژیک آن است، اهدافی که در 20 سال سلطه مستقیم و اشغال نظامی به دست نیامد و حالا باید از مسیر تحریم اقتصادی و اعمال محدودیت ها و انزوای سیاسی بر رژیم طالبان فراهم شود. تام وست نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده برای افغانستان که ظاهراً جانشین زلمه خلیلزاد شده، به تازگی علائم مثبت برای شناسایی رژیم طالبان ارسال کرده و گفته است که تغییر رفتار طالبان با مردم افغانستان میتواند موضع کنونی ایالات متحده در قبال رژیم جدید کابل را دستخوش دگرگونی کند. این چیزی نبود که پیش از این از سوی رهبران آمریکا برای رسمیت بخشیدن به دولت طالبان مطرح میشد، یا اقلا این انتظار حداقلی به حساب می آید و نشان می دهد که امریکا و طالبان در پشت پرده توافقات انجام دادند که راه شناسایی رژیم کنونی کابل را هموار می سازد. این توافقات اما هرچی باشد متضمن استقلال مورد ادعای طالبان نیست، زیرا آنها همان گونه که در بالا نیز اشاره شد باید سیطره غیر مشروع امریکا بر سرنوشت افغانستان را بپذیرند تا از انزوای کنونی خارج شوند. علاوه دیگر آغاز بکار نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل است. اگرچه اروپایی ها تاکید میکنند که این اقدام به طور محدود و حداقلی صورت خواهد گرفت، هدف از آن صرفا فعالیت های بشر دوستانه خواهد بود و موضع رسمی اتحادیه اروپا در مورد شناسایی رژیم طالبان تغییر نمی کند. اما از آنجا که اروپا همچنان تحت سیطره سیاست های امریکا قرار دارد، این اقدام ممکن است بخشی از پیش زمینه های مورد نیاز برای واشنگتن به هدف شناسایی رسمی رژیم طالبان از جانب ایالات متحده امریکا باشد. همانگونه که پیش از این شماری از کشورهای تحت سلطه امریکا در شرق میانه نیز اقدام به بازگشایی سفارت های خود در کابل کردند، چیزی که بدون دریافت چراغ سبز از سوی واشنگتن عملی و محتمل به نظر نمی رسید. افزون بر این، فشارهای اقتصادی بر رژیم طالبان نیز در حال کاهش است و اتحادیه اروپا از اختصاص کمک 268 میلیون یورو که به افغانستان اختصاص داده خبر داد و امریکا نیز از ارسال پول به افغانستان برای فعالیت نهادهای خیریه و بشر دوستانه به منظور مهار فاجعه انسانی استقبال کرده است. این در شرایط است که هیچگونه تضمین وجود ندارد که این کمک ها به مردم مستحق افغانستان برسد، پیش از آن که طالبان و متحدان قومی آنها از آن بهره‌مند شوند.
طالبان در روزهای اخیر اقدام به برکناری دست جمعی کارکنان شماری از ادارات دولتی از جمله اداره هلال احمر یا سرمیاش کرده و به جای آنان افراد وابسته به خود را گماشتند، اقدامی که شاید یکی از اصلی‌ترین اهداف آن مدیریت هدفمند کمک‌های خارجی برای هدایت آن به سمت طالبان و متحدان قومی و باداران پاکستانی جان باشد. به هر حال این بخش از امتیازات است که طالبان در قبال پذیرش سلطه غیرقانونی آمریکا بر سرنوشت افغانستان به دست می‌آورند. اما مهمترین امتیاز یعنی کسب مشروعیت آمریکایی برای یک دولت جهادی همچنان رویای بزرگ رهبران طالبان محسوب می شود. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا می رسیم به پایان نگاه امشب. امیدوار هستم با سکتگی ها و با خلاهایی که در تهی برنامه به مشاهده می رسه بنده حقیر فقیر مورد عفو قرار بدیم و ما تا حد توان سعی میکنم که با امکانات دست داشته برنامه ها را به صورت درست و متوازن تهیه خدمت شما پیشکش کنم. خداوند یار و یاور همه ایتان. تا یک روز دیگر، یعنی روز پنجشنبه، که باز هم در حضور شما خواهم بود از طریق برنامه از گپ گپ میخیزم، همه شما را به خدا سپرده لحظات خوش و آرامی را برایتان آرزو میکنم.